خوش آمدید به بخش هشتم از آموزش رقص آذربایجانی. بچه هایی که با من رقص آذربایجانی رو از پایه دارن دنبال میکنن، اگر یادتون باشه ما هفته بخش رو با هم کار کردیم. این هفته بخش مهمه. چرا؟ چون که ما قراره به ترتیب این فیگورهایی که دارید یاد میگیرید یه رقص طراحی کنیم. بریم یه گذر کوتاه به هفت قسمت که تا الان داشتیم اندازیم. میخوام باهاتون دو نوع دیگه راه رفتن رو کار کنم. توی بخش هفته ما یک مدل راه رفتن رو با هم کار کردیم که پنج پنج پاشنه پنج پنج پاشنه بود، ولی توی این قسمت دو مدل دیگه با هم کار میکنیم. اسم این راه رفتنمون بهش میگن گازاخی یریش، یعنی یریش یعنی راه رفتن، گازاخی هم که اسمشه. بدم یک بار بهتون نشون میدم که به چه شکله، بعد آموزشش رو میدم. خیلی ساده است، خیلی ساده و دو تا شماره هم بیشتر نداره. حرکت ما به این شکله، یک دو. خب حالا نحوه انجامش، چیزی که باید دقت کنیم اینه که بالا تنه ما صافه، به هیچ عنوان قرار نیست توی رقصمون جلو یا عقب خم بشه، پس صافه. ابتدای حرکت من پام رو میارم بالا و کنار زانوم قرار میدم. ببینید پا رو باز میکنم. موقعی که میبینید پا باز میشه طبیعتاً به زمین نمیرسه. برای اینکه به زمین برسه من باید زانوی دیگم رو یکم خم کنم که کف پام کامل تو اون مسیری که بالا اومده بود ببینید بشینه روی زمین. پس اینجا خم کردن زانو خیلی مهمه. حرکتمون میشه یک. دقیقا یک رو که گفتم باید رو زمین بشینه. بخش بعدیمون به چه شکله؟ من سنگینی بدنم رو میارم میندازم رو پای راستم کامل، پس خم نشدم اما کامل سنگینی بدن میاد رو پای راست. پای دیگر رو آروم رو پنجه پوینت میکشم میارم کنار زانوم، دقت کردید؟ و روی همین پام یه لیه کوچولو میزنم رو به جلو. و یا اینکه اگر بخوام حرکت داشته باشم رو به جلو کامل میزنم، کامل رو به جلو میرم. اگر نکه سر جام میتونم یه لیه به این شکل داشته باشم. پس این میشه دو. حالا من اگر بخوام اینو تکرار کنم چیکار میکنم؟ همین پا رو باز میکنم جلو، باز برای اینکه کامل رو زمین بشینه باید این شکلی بیارم. پس میاد جلو یک، میام
بالا و دو. حالا نکته‌ای که اینجا هست و خیلی هم مهمه چیه؟ اینه که موقعی که من پا رو بالا آوردم بعد پرش رو دارم، نمیام همزمان که این پا رو میخوام بکشم بالا پرش هم انجام بدم. از روبرو یک بار دیگه توضیح میدم کی پرش رو انجام میدم. زمانی که پا اومده پایین، سنگینیم کامل جابجا شده و پای دیگه هم کامل اومده بالا و بعد پرش رو انجامش میدم. یک بار دیگه هم از پشت سر با هم تمرین بکنیم. پا میاد بالا، به محض اینکه اومد پایین یک، جابجایی دو، سه، جابجایی چهار. خب این از حرکت هامون. بچه‌ها با دست‌های مختلف که توی این قسمت بخش ششم یاد گرفتید، این حرکت پا رو به راحتی میتونید انجام بدید. دستایی به کنار، یک دست پشت سر، یک دست پشت کمر و یا اینکه به این شکل به حالت‌های مختلف میتونید انجامش بدید. حالا من آخر ویدیو با موزیک قراره برقصم. بریم که دومین حرکت پا رو با هم کار کنیم. دومین حرکت ما بهش میگیم راه رفتن عادی. خیلی معمولی من قراره که بیام و به سمت شما با چهار شماره راه بیام. دستا به کمره، صاف وایستادم، این گام زدن ساده، میگم یک، دو، سه، چهار. به این شکله، یک، دو، سه، چهار. قراره که بعد از اینکه چهار رو گذاشتم یه زانوم رو بیارم بالا. به چه شکل؟ یعنی شماره چهارم قراره زانو بلند باشه به این حالت. یک، دو، سه، چهار. دوباره یک، دو، سه، چهار. خب نکته این راه رفتن چیه؟ اینه که من به گذاشتن پاشنم اولویت بدم، یعنی پاشنه رو اول بذارم گامو بردارم، پاشنه رو بذارم گامو بردارم. حالا این جلو اومدن من یه برگشتی هم داره، چون داریم بنا به طراحی پیش میریم، جلو اومدنمون برگشت هم داره و قراره که اون رو توی بخش بعدی با هم کار بکنیم. این دوتا رو امروز کار کنید که حسابی مسلط باشید. اما قبلش دستی که قراره برای این پا هم بریم رو بهتون نشون میدم. دستی که برای این پای گام زدن به جلو خیلی ساده میخوایم استفاده کنیم به این شکله. اگر یادتون باشه گفته بودم دست ها رو بیارید جلوی سینه به این شکل، یه مقدار دست رو میکشم رو به جلو و کف دستا رو حرکت میدم رو به عقب. یعنی کف دسته منو شما میبینید و موقعی که میخوام راه برم، ببینید این حالت رو دارم موقع راه رفتن. چیکار میکنم؟ میگم یک، دو، سه، چهار. دقت کردید؟ حالا اینجا نکته دستام چیه؟ اینه که من بازوهامو تکون نمیدم. این شکلی نیست. نکته دستم اینه که چرخشو که داشتم آوردم از آرنج تکون میدم. دقت میکنید؟ یک، دو، سه، چهار. خب این دو تا فیگور پایی بود که خیلی دوست داشتم یاد بگیرید. حسابی تمرین کنید. روی آهنگ قرار پیادش بکنیم و بریم که با موزیک با هم دیگه اجراش کنیم. خب عزیزان، هشتممون در این سادگی حرکات چالش برانگیز رقص آذربایجانی، رقصیه تا وقتی که توی بدنتون نشینه رقصیدن با موزیک خیلی براتون سخت میشه. پس زمان بذارید و تمرین بکنید با هم گرده یه طراحی خوشگل داشته باشید. همونطور برای موزیک نیست، دلونی موزیک خیلی خوب داره، ولی برای تمرین باید موزیک های آروم بذارم که براتون راحت باشه. تا قسمت بعد، هفته بعدی، خدا نگهدار.